پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روز غدیر خم پس از آخرین حج از جانب خداوند در خطابه ای شورانگیز مأمور به معرفی جانشینان پس از خیش شدند تا راه یگان پرستی و توحید تا روز قیامت برای همگان ترسیم گردد. مأموریت تبلیغی رسول خاتم صلوات الله علیه و آله در ذکر نام و صفات جانشینان بود. آنگاه که در فرازی از این خطاب فرمودند: ای گروه مردم، همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام پروردگارم که تنها او سلام است، فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من بوده است. بدانید اوست صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول، که خداوند آیه‌ای در کتابش نازل فرمود: همانا ولی صاحب اختیار و سرپرست شما خدا و پیامبر او و ایمانیانی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند. من کنت مولا که من مولای اویم، علی مولای اوست. قدوس صبوح رب الملائكة والروح، رب الملائكة والروح. خداوندا دوستدارانش را دوست و دشمنانش را دشمن دار، یاری کننده اش را نصرت فرما و رها کننده او را به خود واگذار. وَلْيُبَلِّغِ الْحَاضِرُ الْغَائِبُ فليبلغ الحاضر الغائب، حاضران به غائبان، پدران به فرزندان برسانند این پیغام مرا. ولد الى یوم القیام. اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصره واخذل